سلام به دوستان عزیزم ناصر شاهین پر هستم در جلسه گذشته حمله تحماس رو در قیاب نادر به منطقه آذربایجان به قصد آزادسازی شهرهای شمالی عرس آران رو اومدم شروع کنم که وقت اون تموم شد حالا برسون بر برحال تهماس میره به منطقه با یه سپاه 18 هزار نفری و اول کاری که میکنه میره ایروان رو محاصره میکنه نیروهای کمکی عثمانی که در راه بودن میان و سپاه تحماس رو بین حصار ایروان و خودشون محاصره میکنن در تنگنا قرار میدن و رابطه اینا رو با جهان این طرف و اون طرف قطع میکنن سپاه تحماس میمونه به گرسنگی در نتیجه مجبور میشن عقب نشینی کنن وقتی که سپاه اماس میخواد عقب نشینی کنه سپاه عثمانی آمده تبریز رو گرفته و شعبات سپاه عثمانی تمام شهرهایی رو که دو ماه پیش نادر آزاد کرده بود دوباره میرن اشغال میکنن یعنی تمام شهرهای لورستان، کردستان و آذربایجان ایشون میاد فرار کنه به تبریز در حال عقب نشینی از ایروان تبریز دست عثمانی هست. میره به همدان در همدان اسبانیا بهش یک پیمان نامه صلح میفرستن پیمان نامه صلح پیشنهاد صلح خیلی خیلی فاجعه آمیز بوده که شما تمام شهرهای منطقه آران رو به ما بسپرید ما مسرهای غربی ایران بیرون میریم و دیگه صلح دائم داشته باشیم ایشون می... نمیخواد زیر بار این بره و تصمیم میگیره که با اسپانیا بجنگه با نیروی ینیچری عثمانی در همدان وارد جنگ میشه و آنچنان ضربت مهلکی میخوره که مجبور میشه به سختی خودش و چند نفر از اطرافیانش فرار کنند و بتازن به طرف اسفهان و تمام این ارتش هیچده هزار نفره تارمار میشه حالا ادهی کشته میشن ادهی اترس جون توفنگاری میذارن تو بیابونا راها میشن به حال ارتشی باقی نمیمونه سپاهی باقی نمیمونه میرسه به اسفهان نماینده اسپانیا یک سرنامه میفرسته برای تماس که در این نامه نوشته شده که ما شهرهای غربی ایران رو آذربایجان رو همدان رو همه رو میدیم تخلیه میکنیم و شهرهای آران رو در اختیار میگیریم و قرارداد صلح تماس و اینو امضا میکنیم. حالا نادر در راه فرح بین حرات و فرح که این صلحنامه رو میدن دستش نادر بلا فاصله شروع میکنه به یک بیانیه ی قرص و محکمی نوشتن که شبان باید مواظب گوسفندانش باشه من این قرارداد رو پوچ و بیمعنی میبینم من حاضر نیستم که یک وجب از خاک مملکتم رو به غریبه بدم از این شارها و در بند دوم بیانیه هم می نویسه که من برای حمله به ارتش سپاه سپای عثمانی و آزاد کردن یکی که این شهرها و شهرهای میدانم قراباغ و نخجوان و ایروان و شماخی و چه و چه حرکت میکنم بر هر ایرانی واجب است که به من کمک بکنه اگر کسی به این سپاه و به این آزادسازی کمک نکنه هم کافره هم خائمه و کشتش واجبه شدید و لحنترین اعلامیه رو می نویسه میده این رو تکثیر می کنن در تمام شهرهای ایران به در دیوار مساجد و بازارها و این اونور می کوبن و این جوی در ایران به وجود میاره که بابا تماس میرزا شا تماس که کرده و حالا نادر میخواد جبران کنه و باید بهش کمک کرد و ترس از این که نرن و به خدمتش نرسن حتی در مورد سربازگیری چون این جنگ ها تلفات هم داره و این تلفات باید جانشین داشته باشه اینا به شما, ارز عرض بکنن که به تمام شهرها روستاها قبایل همه جا میرفتن از هر ده نفر یک نفر جوون خوشقدقامت قامت قوی هیکل رو انتخاب میکردن خانوادش که بخوان که نخوان میکشیدن بیرون و میبردن برای تمرینات نظامی یعنی پیوسته ده درصد آدمای قوی هیکل خوش نمیدونم خوش بنیه رو اینا انتخاب میکردن میبردن برای تمرینات آماده سازی ذخیره برای نادر که برای نادر بفرستن این دستگاه پیوسته در حرکت بوده البته معلومه که چه برخوردهایی هم بین خانواده ها و نمیدونم اونایی که نمیخوان آدم بچهشون بره سربازی یا بعضی اصلا داوطلبن به خاطر حقوقش و امتیازاتش رو چه چه و حال نادر چنین اعلامیه ای صادر میکنه و یک نامه می نویسه به امپراتور عثمانی رسما اعلان جنگ میده یک یادداشت کوتاه هم برای احمد پاشا حاکم بغداد میفرسته که میان به سراغت همین میام به سراغت این گونه تهدیدآمیز به تحماس به دوم به پادشاه هم میگه شما بیا قوم با همدیگه یک جلسه کنیم تهماس نمیره با قوم ایشون هم از قوم حرکت میکنه به طرف اصفهان خودش میره با سی هزار سپاه در باقای هزار جریب سپاهیانش رو جا میده خودش هم اونجا اقامت میکنه و یک ملاقات بسیار موهن و آمیزی با تهماس انجام میده فقط پونزه دقیقه و در این 15 دقیقه بهش میگه که سیاست من این نیست که این سرزمین ها را از دست بدم و تو اشتباه کردی که رفتی جنگیدی اما حالا گذشته من میگیرم من اینا رو همه رو پس میگیرم حالا ما ار راه رسیدیم ما خسته ایم شما هم که از جنگ آمدی خسته ای یک چند روزی باید استراحت کنیم و حالا که هستیم یک میگساری را بندازیم و چوچه در کاخهای فرهاباد بسات ایش و اشرت برقرار میکنه نادر با همکارانش و آدم های زیر دستش که میدونن چه کار باید بکنند مقدار بسیار زیادی مشروب از عرق روسی گرفته تا شراب شیراز دختر پسر پسرهای زیبای گرجی ارکست و نمیدونم رقاصه و خواننده و بساط ایش و اشرت بسیار کاملی ایجاد میکنه خودش هم در آغاز کار شرکت میکنه میشینن با تماس به سلامتی همدیگه هم مشروب میخورن و آرام آرام نادر خودشون میکشه کنار و اطرافیان هم که درس خودشون خوب بلدند جلسه رو اداره میکنند انقدر که چندین شبان روز این آدم یاوه زنباره البته نادر میدونسته که این آدم یه مدارم خاکشیر مزاجه و همین دلیل پسر بچه های گرجیر تو جلسه رها کرده بوده نقطه ضعفش کجا هاست اینا رو میدونسته بعد از چار پنج روز ادامه این اش و عشرت دیگه از شاه تهماس یک جسد بیخاصیت باقی میمونه و این میره دست میندازه زیر شونش و زیر زانواش تماس رو بغل میکنه میاره بیرون ولش میکنه رو چمنه توی باغ که تاج شاهی از سرش غیل میخوره میره اونورتر کاکلش گلی میشه شلوارش رو کسیف کرده که چنین منظره بعد خطاب میکنه به درباریان اصفهان میگه که شما چه کردید با این پادشاه چرا گذاشتید پادشاهتون اینقدر فاسد و خراب بشه درباریان به خاطر حفظ جون و خودشون چون میدونن نادر کیه و, و چه کار است میگن ما تقصیری نداریم این خودش انقدر مبتلا بوده به فساد و زنبارگی و مشروب و چه و چه ما هر کاری هم کردیم جلوشو بگیریم نشده در حقیقت حرفی رو که باید نادر بگه درباریا از زبانشون خارج میشه بسیار خوب اینو بردارید ببرید این پسرش رو پسر نوزادش بیاریم تاج سلطنت رو سر اون بگذاریم و من نیابت سلطنت رو به عهده میگیرم این به درد سلطنت نمیخوره به این ترتیب شاه تماس به دوم از سلطنت خلی میشه و بچه شیش و هش به نام عباس و شاه عباس سوم تاج رو سرش میگذارن و این بچه داشته چه میدونه چه خبره داشته نقلق میکرده گریه میکرده نادر میگه میدونید این شاه چرا گریه میکنه درباریان میگن که حتما جناب نادر بهتر میدونه میگه بله این داری میگه که برید این سرزمین های دست رو بگیرید بدبختی برای این مملکت بسه از این شعارها و از این حرفا برحال خانواده تحماس دوم رو زن و فرزند و آئله و نمیدونم زنان حرم و مادر و خواهر و هر که هست تمام اینا رو کوچ دستور میده بفرسن در خراسان در سبزوار اینا رو نگهداری کنند بقیه اعوان انصار دربار رو که هزار مشالله تعدادشون یکی دو دوتا و ستا و دیویستا نیست انواع زنهای حرم ندیمه ها کارکنان دربار چه و چه میفرسته به قزوین و تمام کاخهای سلطنتی اصفهان رو خالی خالی میکنه در حقیقت آخرین ضربه اقتصادی به پیکر این شهر مصیبت زده بدبخت وارد میشه چرا؟ برای اینکه این دربار بزرگترین مرکز داد و ستد و رونق تجاری بوده در این شهر در پونزه هزار نفر خدمه این دربار و وابستگان به این دربار کار میکردند نام خرید میکردن از بازار و بالاترین خریدها رو میکردند شهر از رونق میفته به هر حال از اینجاست که ما یک چهره جدید نادر رو مشاهده میکنیم اول اول کاری که میکنه تمام جواهرات اشیاء قیمتی هرچی هست مصادره میکنه از کاخهای سلطنتی بعد میفته به جون در و دیوار حتی پنجره ها و درهای کاخ سلطنتی که قیمتی بودن میکنه و میده اینا رو بفروشن و میفروشن و به پول تبدیل میکنه و هیچ اثری از این های سلطنتی از اون اشرافیت و نمیدونم ثروت و این حرفها چیزی باقی نمیمونه حالا باید به این یاد نگاه کنم تا کجا ستون گفتم چی چی رو نباید بگم بله پهرال نادر بعد از یک اقامت کوتاه در اصفهان و عوض کردن شاه باید برگرده و فتوحات قبلی رو جنگ های قبلی رو دو مرتبه تکرار کنه ولی این بار فکر میکنه که باید یه کار اساسی بکنه و اون کار اساسی این است که دیگه شهر به شهر نره به جنگه و اینا رو بیرون بریزی بره یک شهر مهم و عثمانی رو محاصره کنه و بگیره و بعد به عثمانی ها بگه که شهرهایی که من میگم تخلیه کنید تا این شهره بهتون بدم و اون شهرم بخت داد. حالا بغداد هم شهر بزرگیه شهر پر جمعیتیه و همین که قابل حمله هم نیست زیاد برای حمله به بغداد باید از دجله عبور کرد یک دو اینکه شهر شهر وسیعیه محاصره این شهر کار آسانی نیست سه اینکه در خاک عثمانیه و نیروهای کمکی از سایر نقاط عثمانی میتونه بیاد و این کاری میکنه بنابراین نادر قصد داره که سپاهش جمع کنه بره به طرف بغداد اما در داخل ایران باز یک اتفاقی افتاده اون این است که یه آدمی به نام محمدخان بلوچ با همکاری یا آدمی دیگری به نام سید مدنی که مال خوزستانه و عربه با همدیگه شریک شدند دست به یک شورشی زدند و این شورش تمامی خوزستان و فارس رو گرفته این شورش ها در طول دوران نادر یکی دو تا و سه تا و چهار تا نیست در تمامی مناطق ایران عکس طبیعی در مقابل این زورگویی ها در رابطه با مالیات سبب می شده که این شورش ها به وقوع بپیونده هیچ اگر اگر همچین اتفاقی نمی افتاد باید گفت که یه جای کار عیب داشته که یه مردمی تا یه حدی میتونن زیر بار زور برن تا یه حدی میتونن باج بدن نادر به طرف این شورش نمیره حکام محلی رو و تعدادی از سرداران خودش رو معموریت میده که برن با شورشی ها به جنگن خودش و سپاه اصلی رو ور میداره میره برای محاصره بغداد حالا داستان های بسیار بسیار جالب و شنیدنی هست از عبور سپاه نادر از منطقه زهاب که میگن از سپاهیان نادر از سنگ های یخزده با نوک پنجه و با نوک پا باید عبور میکردن از بعضی مناطق که خودشونو برسونن به اون طرف با این مشکلات این سپاه رو عبور میده میرسن به دجله یه مهندس آلمانی داشته مهندس آلمانی طراحی میکنه که یه پل بسازن روی دجله تنهای درخت نخل رو میبرن به صورت یک الوار صاف و اینا رو قرار میدن روی مشک های باد شده که به همدیگه با تناب پیوسته شده بوده از این سر دجله به اون سر دجله و نیروهای نادر از روی این شروع میکنن عبور کردن 2500 نفر سوار نظام که از روی این پل عبور میکنن پل فرو میریزه در نتیجه نادر و 2500 نفر از سربازانش اون طرف دجله هستند در تیررس حاکم بغداد جناب احمد پاشا و بقیه این ور دجله موندند اما اینا که این ور دجله موندند با تمهیداتی با وسایل مختلف و گونه گونی خودشون میرسونن یه نیروی 2000 نفره دیگه میرسونه خودش به اون طرف و اونجا به یه گروه 5 هزار نفره تبدیل میشن و حمله احمد پاشا رو چون میدونسته که اینا کمن بعد بهشون حمله کرد دفع میکنند و جون سالم به در میبرند بالاخره با هر زحمتی هست این سپاه از دجله عبور میکنه و بغداد رو محاصره باز من نباید تکرار کنم این رو خودتون دیگه بارها شنیدید از من که سپاه ایران تو پای سنگین قلعه کوب نداره برای اینکه نه راه آبی داشته در داخل فلات ایران و نه جاده صاف و صوفی داشته که بتونه این اسلحه سنگین رو حمل کنه ارابه لازم داشته که ارابه رو با چند تا اسب یا گاو بکشن همچین راهی وجود نداره در نتیجه توپای های کوچیک باید بره نزدیک وقتی میره نزدیک میزننش خاصیت توپ این است که از دور بتونه حمله کنه و این توپا و این زنبورک های کوچیک که برد بسیار کوتاهی داره نمیتونه بره نزدیک از نزدیک حمله کنه به دیوار شهر و دور بز... قرار داشته باشه در نچه اینها با سرباز شهر رو محاصره میکنن بدون اینکه امید داشته باشند که بتونن توی شهر رخنه کنند یعنی این حصار رو یه جایش بشکافن و برن تو همچین امیدی وجود نداره اما نادر دستور میده که دور تا دور شهر مناره ها یا ستون هایی بسازند که از بالای اون مناره ها به شهر مسلط باشن و بتونن شهر رو ببینند این مناره طوری باشه که همدیگر بتونن ببینن فاصله هاشون انقدر باشه که از دور بتونن همدیگر ببینن و به هم با به وسیله خبر بدن در نتیجه 1700 ستون دور شهر بغداد ساخته میشه یک هف. یک اردوی نظامی خیلی وسیع هم باز درست میکنن در کنار دجله که اینا بتونن بخوابن یه ادیه که نباید به جنگل استراحت بکنن زندگی کنند جمعیتی که آمده در محاصره بغداد شرکت کرده حالا رسیده به 300 هزار نفر این 300 هزار نفر 100 هزار نفرشون سپاهی هند جنگندن 200 هزار نفر دیگه شون آئله زن و بچه این سپاهیان هستند و پیشورا و بقال و عطار و بزاز و کاسبکار به این میگن اردو اردو کشی که میگن به این میگن بنابراین یک بازاری ساخته میشه که این سپاهیان بتونن از جیب خودشون یه چیزی بخرن بپزن بخورن برای اینکه سپاه که خونه نداره خب از پوشیدنی از هر چیزی هر چیزی که فکر میکنید شما اینا ممکنه در این مدت اینجا لازم داشته باشن فروشندش هم اونجا هست نادر شهر رو محاصره میکنه به این نیت که مردم شهر از گرسنگی به عذاب بیان و احمد پاشا تسلیم بشه شهر رو اوگذار کنه احمد پاشا از داخل شهر با مقامات عثمانی در تماسه و نیروی کمکی میخواد از یک طرف از طرف دیگه با نهایت خون سردی چون اون هم آدم زیرکیه نشسته در داخل شهر و هیچ گونه میگذره که این محاصل کنندگان وقتشون رو تلف کنن و خسته بشند نکته مهم هم این است که نادر یه همچین شخصیتی نیست نادر نمیتونه بیکار یه جا یه هفته دو هفته سه هفته بمونه حسنش سر بیره اون باید روزین اسب باشه و بجنگه اون یه آدم اکتیویه همه این مجموعه شرایط در نظر بگیرید حالا برای اینکه نادر احمد پاشا رو بترسونه و احمد پاشا رو وادار کنه که به تسلیم بیاندیشه و امید ازش قطع بشه شبها در تاریخی در نهایت آرامی یه تعدادی در پونزه هزار از سپاهیانش رو از محاصره دور میکرده و صبح روز بعد با شیپور و دهول و سر صدا اینا رو وارد میکرده که احمد پاشا و ساکنین بغداد اینطور احساس کنند که هر روز داره برای نادر نیروهای کمکی میاد که روحیشون تضیف بشه رابطه بین ایشون و احمد برقرار برقراره با همدیگه مکاتبه میکنند بده به سون دارن این حرف ها احمد پاشا نشون میده که من تسلیم به نیستم رابطه احمد پاشا با خود عثمانی ها هم با امپراتور با استانبول این حرف هم برقراره و پیوستی نیلی کمکی میخواد و اونها هم در صددن که نیروی کمکی براش بفرستند درست در مقطعی که اگر یک ماه دیگه محاصره ادامه پیدا می کرد بغداد تسلیم می شود. یعنی در حقیقت نزدیک به یازده ماه بغداد رو بدون آزوغه گذاشته بود و در بغداد شست هزار تلفات ناشی از گرسنگی ایجاد شده بود شست, هزار آدم در بغداد از گرسنگی مرده بود عده از بغداد فرار کرده بودند گروه های از شیعیان بغداد فرار میکردن میامدن به ارتش نادر میپیوستن فقط به دلیل اینکه بتونن یه غذایی بخورند تو اسمان پاشا با صد هزار سپاه وارد مرکه میشه نادر میبینه که اگر بره با تو اسمان پاشا به جنگه و بغداد رو رها کنه نتیجه زحمات در ماهه از بین رفته در نتیجه دوازده هزار سپاه رو با همون تمهیدات قبلی که شبیه عده برن صبح با و جنجال بیان و به بغدادی ها که آدم های زیادی شهر رو محاصره کردند اینجا میگذره و با بقیه سپاهش میره در مقابل توپالوس پاشا بانپاشا توپالوس رو در لحظه جنگ از روی اون تخت روان میاد پایین سوار اسب میشه و انگار نه انگار که این زخم ها رو در بدنش داره واقعا توانایی حرکت نداشته زیاد ولی مثل یک جوان روی اسب میشینه و سپاه رو فرماندهی میکنه منتها این آدم آدمی بوده که در کار نظامیگری یعنی کار کشته بوده تجربیات بسیار زیاد داشته منطقه رو هم خوب میشناخته منطقه رو طوری تعیین میکنه برای جنگ که بادهایی که میاد تو صحرا و اون شن عظیم رو میتونه حرکت بده اینا بخوره به سر صورت ایرانی ها به هر حال یک موقعیت منفی برای سپاه ایران فراهم میکنه اما جنگ شروع میشه تو خانه سنگین و عثمانی ها سپاه ایران رو تارمار میکنه لطمه شدید میزنه اینها با تمام جانفشانی با سپاه توپاروس بانپاشا می جنگند. این جنگ نه ساعت طول میکشه در طول این نه ساعت پنجاه هزار نفر کشته میشند که سی هزار نفرش ایرانی ها بودند و نادر ناچار به عقب نشینی میشه و ناچار میشه که محاصره بغداد رو هم دیگه رها کنه سپاهش جب... بقیه سپاه رو جمع میکنه و میاد به همدان در همدان نطخی میکنه برای سپاهیانش و تمام این شکست رو خودش به گردن میگیره میگه من تقصیر من بود شما به اندازه کافی جنگی دید. شما به اندازه کافی جانفشانی کردید حالا من دستور میدم که تمام اون چرا که از دست دادید دوباره ساخته شید دو مرتبه به شما داده شه تمام کسانی که اسب تفنگ یا هر چیزی رو از دست داده بودند براشون تعمین میکنه به حکام مناطق مختلف ایران هم فرمان صادر میکنه که از نیروهای ذخیره براش سپاهی جدید بفرستند دو ماه به سربازانش استراحت میده میگه برید به خونه هاتون حقوقتون رو ها بهتون میدم برید به خونه هاتون استراحت کنید سر دو ماه برگردید بعد از دو ماه دو مرتبه این سپاه شکل میگیره و دو مرتبه نادر به طرف بغداد حرکت میکنه و باز همون بساط محاصره بغداد و آمدن اسمان پاشا برای بار دوم این بار در این جنگ نیروهای ایرانی اینطور که مورخین نوشتن معمولا بعد از یک شکست یا بعد از یک فتح مورخین قدیم می دلایل دلائل شکست و دلایل فتح رو می نوشتن حالا از توکل به خدا گرفته نیروهای غیبی گرفته تا مهارتها و چه و چه ما به هیچ کدوم اینا کاری نداریم در این جنگ گلوله می خوره به سینه توپال اسمان پاشا و از اسب می افته پایین یک سرباز ایرانی هم به سرعت خودش رو میرسونه در حال که عثمانی در حال فرار بودن سر تو تو, تو عثمان پاشا میبره میاره برای نادر من ماجرا رو خلاصه کنم براتون تو پال عثمان پاشا بزرگترین سردار عثمانی در جنگ با سپاه نادر کشته میشه صدها پاشای عثمانی اسیر میشند و هزاران سرباز ینیچری کشته میشند و میشه بزرگترین فت برای نادر نادرم میگه برید پیکرش پیدا کنید بیارید میرن میگردن از بین اجساد پیکر تو هم پیدا میکنن میارن کنار هم قرار میده مدتی به این ژنرال فلان نگاه میکنه و بعد میگه با احترام اینو بذارید تو تابوت براشون برگردونید این هم بر میگردونن تابوتو میفرستن برای استانبول من در جوانی اون جلیقه توپال اسبان پاشا رو در موزه توپکاپی دیدم که در یک ویترین شیشه‌ای خالی از هوا اون رو گذاشتند و خون توپالوس پامپاشا هنوز بعد از چندین قرن روی اون جلیقه هست و کاملا نشون میده که چگونه گلوله به سینه این آدم خورده و خون پخش شده روی سینش هنوز هم اون جلیقه حتما در موزه هست این فتح بزرگ شامل حال نادر میشه نادر برمیگرده به همدان ولی شورش محمد بلوچ و اون مدنی بالا گرفته هیچ کدوم از این منطقه یا حکام منطقه ای نتونستن کاری بکنن خود نادر را میفته به طرف فارس تماس میزای جلایر که هم پیمان قدیمیش بوده و هم میشه حکومتی منطقه حالا در این زمان هم حکومت اسفحانه بهش داده بوده بهش میپیوندن شورشیان تا به حال هر گروه نظامی دولتی که آمده بوده باشون به جنگ زده بودند شکست داده بودند و کشته بودند و با نهایت قدرت واشتده بودن از خودشون دفاع میکردند این بار چند نفر از شورشیان که نزدیک بودند صدای فرمان نادر رو میشنوند و صدای نادری میشناسند خبر میدن که نادر خودش اومده شورشیان فرار میکنن شورشیان بدون اینکه جنگی بکنن فقط به خاطر صدای نادر فرار میکنند و سپاه نادر تعقیب میکنه تعداد بسیار زیادی از اینا رو دستگیر میکنه اون مدنی رو میگیرن خود بلوش رو میگیرند به حال مجازات میکنن میکشند و فتنه خوزستان و فارس به این ترتیب خوابیده میشه بنابراین باید برگردیم به سراغ نادر و دنباله کارش و ببینیم که بعد از این همه جنگ و کشتن توپال اسمان پاشا میخواد چه کار بکنه بعدی هیست که شهرهای مغ... غربی ایران و آذربایجان دیگه خالی شده از اسمانی اینا رو زدن رفتن حالا این نادره که باید بره به طرف از گنجه به بالا یعنی از عرس به بالا بله ببخشید این یادداشت رو بذارید من نگاه کنم ببینم که کدوم ها رو گفتم که دیگه دو مرتبه براتون نخوام تعریف کنم اینا مر براتون گفتم آه. وقتی شورش خوابیده میشه باز نادر باید خودش و سربازانش یک استراحت کوتاهی بکنن خب شهر شیراز دیگه در شیراز اقامتی میکنن و اون آتقی که حالا دوست صمیمی شده با نادر از نادر پذیرایی میکنه اما این موقع خبر میدن که رضا قلی و از همسر فاطمه بیگم خواهر شاه سلطان حسین یک فرزندی به دنیا آورده فرزند پسری به دنیا آورده ما آمدیم که شما برای این فرزند پسر اسم بگذارید و نادر برای اولین نوش اسم میگذاره شهرخ. تا اینجا زیاد روشن نیست موضوع ولی اسکوزاری های بعدی برای بقیه نواها و اعمال و حرکات نادر نشان میده که نادر میخواسته پاش بذاری جای پای تیمور الگوش تیمور بوده هر کاری که او کرده این میخواد بکنه مرکز افتخارات یه آدم بزرگی انسان کامل تو ذهنش تیمور بوده البته تو مذاکراتش تو صحبتاش مرتب میگفته که خون چنگیز تو رگای منه ما به رگ و ریشه ایل افشار کاری نداریم من معتقد هستم که وقتی یک انسانی امروز در آمریکا اگر در آمریکا به دنیا بیاد میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه این معنیش این است که اگر کسی پنج نسل شیش نسل هفت نسل در خاک ایران زندگی کرده به دنیا آمده نمیرم اجدادش هم در اینجا به دنیا آمدن دیگه نباید به دنبالش بگردیم که 600 سال پیش 700 سال پیش جد بزرگی اینا کی بوده اینا از کجا آمدن این دیگه ایرانیه ایرانی شده اینه که حالا مورخین گردن دنبال اصل و نسب این که افشارها نمیدونم چه نسبتی با مغولها داشتند کدوم شعبه از یکی از شعبات ایلو تایفه مغول بودند قاجارها همچنین به نظر من این حرفا دیگه نجات پرستانه است وقتی یه نفر چند پشتش پدر و پدر جدش و پدر پدر جدش هم تو این آب و خاک زندگی کرده دیگه جزو اهالی این آب خاکه دیگه ایرانیه دیگه همه چیزش ایرانیه حالا گیرم که یه ترکیباتی هم از فرهنگ و تمدن سنت قدیمی ایلو هم توش مونده باشه خب این تنوع در تمام سرزمین ها وجود داره این تنوع در تمام مردم به غیر از کشورهای سوپر مثل آمریکا اینجاش هم همینطوره تازه اینجاش هم همینطوره اینجا در همین مملکت هم که هر کس اینجا به دنیا بیاد آمریکایی شناخته میشه هنوز یه آدمی که اصل نسب ایتالیایی داشته سردر خونش یه خورده با دیگران فرق داره روی میزش و بسات سفره روی میزش هم ممکنه با همسایه آمریکاییش یه خورده فرق داشته باشه ولی دیگه آمریکاییه من دیگه دنبال این حرف نمیرم به هر حال که اینا اصل نصب شد اما اینی که یه فاتحی مثل تیمور الگوی یک آدم قرار بگیره خب مهمه از چه نظر مهمه؟ از یه نظر که برای مردم و اون زمان این محدوده جغرافیایی آنچنان معنایی که امروز داره نداشته این خیلی حرف مهمیه این, 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 رو ما این ملیگرایی و این ناسیونالیزم فکر و روحیه جدیدیه که در ملت ها پیدا شده قبلا اینطور نبوده مردم یزدیه یزدی بوده شیرازی شیرازی بوده با همدیگه زندگی میکردن البته همزبانی یه مقدار اتفاق بین اشخاص به وجود می آورده ولی دیدیم تو این تاریخی که در دوره صفوی ما مطالعه کردیم متوجه شدیم که وقتی یه نفر به بی... کرمان حمله میکنه کرمان یکی از شهرهای ایران مردمش فارسی حرف میزنند مردم شیراز هم فارسی حرف میزنند همینطور مردم اصفهان چرا کسی نرفت به کرمان کمک بکنه چرا کسی نرفت به یزد کمک کنه وقتی یزد محاصره شد به دست محمود افغان و محمود نتونست شرفت بکنه و عقب نشینی کرد چرا یزدی ها دنبالش نکردند که نره یه شهر دیگر رو آزار برسونه مردم رو از گلسدی بکشه اونا کارو خودشونی کردن رفتن جلو چرا؟ برای که به این تمامیت به این شکلی که امروز ما نگاه میکنیم نگاه نمی شده بنابراین اگر من بگم که نادر تیمور رو الگوی خودش قرار داده بوده این حرف ضد وطن پرستی نیست میخوام اینو به شما عرض بکنم یه فاتحی بوده در تاریخ بزرگ بوده و این روش بخواسته شکل اون فاتح باشه در اصفهان نادر حالا در عثمانی توپالوس پاشا کشته شده عثمانی ها یک سردار بزرگ دیگرشون رو به نام عبدالله کوپرلو رو سر اسکر کردند و باز مقامات بسیار عالی نظامی و دولتی رو بهش دادند که در مقابل نادر بیسته نادر هم براش یک پیام میفرسته که شعرهای من رو تخلیه کن او انقدر متکبره انقدر به خودش مینازه که اصلا به پیام نادر پاسخ نمیده در این منطقه است که روسا وارد یک عهدنامه جدید میشن یک عهدنامه رسمی و قاطع میشن با نادر که تا زمانی که شما با عثمانی در جنگی ما حامی شما هستیم و هرچی هم لازم داشته باشید میدیم و دوست و متحد شما هستیم شما حق ندارید با عثمانی ها بدون خبر ما قرارداد صلح دائم ببندید ما متوجه میشیم که روس ها نادر رو وسیله قرار دادند که عثمانی ها رو تضعیف کنه که با تضعیف عثمانی ها روسا با تلفات و هزینه کمتری بتونن نواحی شمالی دریای سیاه رو از چنگ عثمانی خارج کنند و به دریای آزوف دسترسی پیدا کنند و این اتفاق هم میفته نادر بره به طرف آذربایجان عبور میکنه و میخواد که شهر شماخی رو یعنی پایتخت شیروان رو محاصره کنه پیامی هم از عبدالله کوپرلو میاد که تو در مقابل من جز جنگ چاره دیگری نداری جنگ بین من و تو تکلیف این سرزمین ها رو روشن میکنه یادتون باشه که وقتی که در بار دوم رفت نادر و توپال عثمان پاشا رو کشت یک سرنامه بین نادر و احمد پاشا برقرار شد همچنین دست خالی بر نگشت بعد از کشتن توپال عثمان پاشا اون سرنامه این بود که کشور عثمانی تمام سرزمین های اشغالی غرب و شمال ایران رو تخلیه میکنه و تمامی شهرهای ماورای قفقاز رو هم به دولت ایران واگذار میکنه و بین عثمانی و ایران به این ترتیب صلح دائم برقرار میشه این صلح نامه‌ای که احمد پاشا با نادر نوشت خود ها قبول نکردن گفتن احمد پاشا حاکم بغداده به چه دلیل نواده برای سرتاسر سر مملکت تصمیم گرفته و تمام متصرفات ما را بخشیده در این سلنامه رو اونا قبول نکردن و معموریت داده شد به عبدالله کپرلو که از شهرهای شمالی رود عرس حمایت کنه و اونا رو نگه داره اما قبوله که شهرهای آذربایجان همدان و کروانشاه داده شه به ایران در نادر میره و یه رونوشتی از این صلحنامه با احمد پاشاری میفرسته برای حاکم شماخی میگه که به موجب این سلطنامه تو از جبوری بیرون حاکم شماخی میگه که جواب میده که مگه احمد پاشا من اینجا حاکم کرده که به من میگه از جبرم بیرون احمد پاشا کیه؟ من به ضرب شمشیر دلاوران خودم اینجا رو گرفتم در نادر مجبور میشه که شماخی رو محاصره کنه نادر نمیتونه حالا اینجا تو این منطقه خودش رو سرگرم یک جا بکنه از یک طرف شما خیلی محاصره میکنه از طرف میره میاد پایین گنجر رو محاصره میکنه از طرف دیگه میره طرف ایروان ایروان رو محاصره میکنه و افراد نظامیش رو در این محاصره ها تقسیم میکنه تا بتونه هر کدوم اینا رو آجس کنه و بگیره دیگه جز محاصره هم کار دیگه نمیشه کرد اون تماس جلایرم با تعداد سپاهی که زیر دستش بوده میاد به ایروان به کمک نادر در اینجا این هم این داشته باشیم نادر این چراقا منم خیلی داری چشمک میزنه مثل این مدتی است داشته چشمک میزده من دقت نمی کردم منو ببخشید حرف همون ناتمام میگذرم به حال نادر رو در منطقه قفقاز در منطقه آران میگذاریم صحبت رو تموم میکنیم در جلسه بعدی دنبالی جنگ با عبدالله کوپرلو رو براتون تعریف میکنم فعلا شب روزتون بخیر